سلام به بینندگان عزیز، برنامه نان گل سرخ رو نگاه میکنید، مجله اجتماعی سیاسی که در ایران به زبانهای انگلیسی و فارسی روی کانال جدید پخش میشه. من مریم نمازیم و این برنامه رو با همکار عزیزم فریبرز پویا با سلام از من بهتون تقدیم میکنم. برنامه این هفته در رابطه با مشکلاتی که نسبیت فرهنگی باعث میشه صورت بگیره. مشکل چیه با نسبیت فرهنگی، با مالتیکالترالیسم یا چند فرهنگیتی؟ مصاحبه جالبی داریم با کارولین فورت که یک نویسنده و سکولاریست فرانسویه. در ضمن اخبار شوکه‌آور این هفته رو داریم مثل هر هفته. این هفته در مورد گزارش شکنجه CIA و فتوای احمقانه هفتم داریم که این هفته در رابطه با فتوایی که داعش داده برای گرفتن اسیران زن. اما قبل از اینکه بریم سراغ برنامه این هفته، بیایم با هم یک کلیپ کوتاهی در این مورد نگاه کنیم. با ما باشید. سیاست نسبیت فرهنگی به طور سیستماتیک جامعه را به گروه‌های متفاوت دسته‌بندی کرده و جنبش‌های اجتماعی، سیاسی و طبقاتی را نادیده می‌گیرد. نسبیت فرهنگی به عنوان وسیله‌ای در خدمت عروج جریانات راست مذهبی و میلیتاریسم درآمده و تحت لوای تحمل عقاید گوناگون حقوق پایه مردم را پایمال می‌کند. به نظرم مشخصاً هیچ اشکالی نداره که توی جامعه‌ای ملیت ها و فرهنگ های مختلفی وجود داشته باشه. اتفاقا یه چیز خیلی مثبتیه که ما تو جوامع زندگی کنیم که آدم های مختلفی توش هستن. ولی مشکل با نسبیت فرهنگی یه مسئله دیگه است. ربطی به آدم ها نداره، ربطی داره به یه سیاستی که آدم ها رو تقسیم میکنه و میگه که همه کسایی که از ایرانن مثل خود جمهوری اسلامی هن. همه کسایی هم که مثلا تو انگلیسن نمیدونم مثل کوین الیزابتن برای مثال. مثلا آدم ها رو تقسیم میکنه، توی جعبه میذاره و چیزی که نمیبینه اینجا اون مبارزات و مقاومت هایی که صورت میگیره و اینکه بالاخره فرهنگ یکسان نیست. درسته. همیشه عوض میشه. توی هر جامعه‌ای اصلا تضاد هست بین فرهنگ مثلا طبقه حاکم با فرهنگ مردم. درسته. نگاه کنید، تو دو تا سطح میشه این قضیه مولتی‌کالترالیسم یا نسبیت فرهنگی رو در مورد صحبت کرد. یکی تو یه سطح تحلیلیه. خب آدما خصوصیات مختلف دارن، اسوسییشن ها و وابستگی متفاوت داشته، میتونه 10 عضو 10 تا حزب متفاوت باشه، گروه های متفاوت باشه. 10 تا حزب خود قاطیه. آره. ولی خود منظورم همه احزاب سیاسی نیست، کارهای مختلف میتونه بکنه، کلوب های میتونه مختلف میتونه داشته باشه. و اگه یه کسی بیاد فقط شما رو به عنوان یکی از اینا رو برداره بگه شما این هستین، خب این یه عالمه اون فرد رو محدود میکنه و چیز میکنه، اون متفاوت و اون لایه‌های متفاوت اون انسان رو به شکل فردی رو محدود میکنه. این یه اشکالش همینه. ولی مسئله دیگه اصلی دیگه من خیلی کوتاه بگم، چون میدونم شما دوست دارید من خیلی کوتاه صحبت بکنم. چیز اشکال اصلیش اینه که این نسبیت فرهنگی یک سیاست به خصوصیه که اواخر قرن بیستم با رشد و ظهور جریانات راست مذهبی وجود اومده که آدم‌ها رو تو باکس بکنن و حقوق پایه آدم‌ها رو بزنن. این به نظر من این از لحاظ سیاسی این قضیهش مهمه. و یه چیزی که هست، خب مشخصا میبینیم که و ازش استفاده هایی که میشه همیشه ضد انسانیه. از اون ور مثلا میبینیم جریاناتی هستن که ضد مهاجران، میخوام بگن همه مهاجران عقب موندن و طرفدار اسلام سیاسی هستن، نباید اجازه بدیم هیچ مهاجری وارد اروپا بشه. از اون ورم کسایی که میخوام بگن طرفدار مهاجرینن میان از اسلام سیاسی دفاع میکنن به عنوان مثلا عقیده و خواست خود مردم. هر دوتاشون واقعیت رو نمیبینن که مردم یکسان فکر نمیکنن. ببینی چیه؟ بکنم آدم ها رو تو جعبه هایی میکنن که بتونن کنترل کنن. دقیقا. یه جعبه های محدودی میکنن یا یه تو چارچوب محدودی میکنن. این یک وسیله کنترل جامعه است. جلوی انتقاد رو میگیره، جلوی اینکه آدما میتونن متفاوت باشن، آدما میتونن تغییر بکنن. اینو نمیتونید ببینید. شما از روزی که به دنیا میای بچه مسلمانی توی اروپا یا مثلا فرض کن کلیسای عضو این کلیسای به خصوص هستی تا آخر عمرت اینطوریه.
این اشکال داره و یه نوع اداره کردن هم مثلا اقلیت هایی که تو کشورهای حتما اروپایی اینطوریه هستن و به این خاطر تو اون اسم تو اون جعبه می نویسن شما باید بفرمایید اردوی قوطی و برای همین خیلی مهمه که بفرمایید تو قوطی خیلی مهمه که افراد به عنوان میدونی شهروند به عنوان کسایی که انسانن جدا از مذهب و فرهنگ و غیره باید اینجوری به افراد نگاه کرد به خاطر اینکه همونطور که شما گفتین آدما فقط یک مشخصه ندارن خصوصیت ندارن خیلی خیلی خصوصیت های مختلفی دارن و اینکه یکسان دیدنشون عملا یکیشون میبینه خیلی اوقات با جنبشه که داره سرکوبشون میکنه مثلا یه چیزی که ما همیشه میگیم فرهنگ جمهوری اسلامی سنگسار مردم سنگسار کردن مردم فرهنگ مردم دقیقاً. نیست تو جامعه ایران نگاه کنین چقدر لایه‌های متفاوتی داره دقیقاً. اگه همه رو بیان بگین عین آیت الله خامنه ای خیلی بعضی خب خراب بعضی خیلی خراب میشه باعث خنده دنیا میشه اما الان بریم سراغ مسابقه خیلی جالبی که اتفاقا رضا مرادی انجام داد توی کنفرانسی که ماه پیش داشتیم با کارولین فورت که یه سکولاریست و یه نویسنده مشهور فرانسوی است با ما باشید. The challenge we've got is that very often in the name of multiculturalism people of good faith, let's say people who don't want to discriminate or being racist, are tolerating actually the most violent extreme right, the most xenophobic, sexist, homophobic extreme right, which is a religious one, but still an extreme right. And I think the problem of that is that they are confusing many, many things. First, multiculturalism is not multicultural. Multicultural is the way we are living all together. It's a reality. We are dealing with pleasure, with society full of diversity. It's absolutely not a problem. The problem is where some politicians are trying to use the religious identities of some citizen to win vote, basically. And in doing that, they are confusing in the same religious identity people who can be very secularist for equality, for example, between men and women, and people who want to kill people who are doing blasphemy, people who want to kill gays, people who want to kill Jews, or just having a very hatred speech about them. So by doing that, by this confusion in the name of respecting the religious identities of some citizens, they are just ignoring the huge battle was going on between the secularists and the fanatics inside every religion. And especially if we're speaking about Islam, we have to understand that Europe today is becoming the last refuge for many Iranian activists, Algerian activists, Egyptian activists, all brave people who just face a very danger, a big threat under their life, just because they are claiming to defend equality and the right to speak. They escape from that danger to come to Europe to live in peace, to live respecting equality and secularism, and there some politicians and sometimes some journalists are telling them that they should be respectful for the people who want to kill them or destroy their own original countries. This is the confusion we're living with, and it's quite simple to go out of it. It's just to stop to look the world with a cultural or religious view and look at the people for what they are fighting for, what is their ideas, what is their values. And if you consider people regarding their minds and not their faces, then first you stop to being really the real racism, because exotism is a racism. And secondly, you will go back to the path of universalism and secularism, which is, at the end, the only system who can guarantee equality for all, freedom of speech for all, and a living together. That means that you cannot divide the fight for secularism with the fight for universalism or equality of gender and etc. It's all the same. And the reason why this fight is absolutely, and I'm optimistic about,
is that in the society of people who want to divide people regarding their religion, which is exactly what the theocracy are doing. If you look in the theocracy, not only the atheists, not only the free minds are oppressed, but also the religious minority everywhere. The only system who guarantee both freedom of speech, equality, the right of blasphemy, but also the right of express your religion without touching the right of the others, is secularist system. And why secularist system are going to win anyway is just because they are the best system for all. This is the place where all can live together. While the system that some minority in Europe wants, or some majority in other country wants, like theocracy, is just the best guarantee for heaven and for being very unhappy, except you're looking exactly the same as the most fanatics. So in their life, in their system, there is only happiness for the most radical intolerant. In secularist system, there is happiness and peace for everyone. And this is why secularism is definitely the most, the system with the most great future in front of it, at the condition of not confusing tolerance with tolerating the intolerant. The original confusion of multiculturalism came from some academics, actually, who want to please some politicians also in justifying their clientelism, communitarian clientelism. In the name of diversity or respecting diversity, they just erase the ideological battle, debate, and replace it by a very naive politic with we respect every culture, every religion, but actually is working as blocking every individual in that identity and ignoring again what is the actual fight of ideas, which is one of the most important of this century, which is the battle not between religion, not between civilization, but the battle between ideals, secularism, or theocracy. So I think it's just people who are not thinking. You have some who want, again, to do this communitarian clientelism, so they want to see every community, every religious community, or because they are the most organized in a society, sometimes also the most funded. The politicians find that it is quite easy to consider the citizen this way, by the religious identity. Some of them is more because they're afraid to appear racist or this really problematic word, which is Islamophobic. The problem of the word Islamophobic, who have been used so many times, sometimes by good faith, but sometimes really to kill the debate about fanatism. It has been used by many fundamentalists to try to confuse the right of criticizing a religion, and especially when it goes to religious extremism, with a racism against believers, a racism against Muslims, a racism against any religious minorities, which is absolutely, absolutely not true. I mean, you can be feminist, secularist, and strongly anti-racist, but we need to continue to criticize dogma when it is even a religious dogma. If not, we're not living in a free society anymore. If not, the most intolerant, racist, xenophobic, homophobic, and sexist people are going to win. So this is why we should not, again, confuse multicultural and multiculturalism, who mean doing public policy, who are making a division between citizens in the name of their religion, true or false religion, because sometimes people are considered as, for example, Muslim, while they are not. Even they are coming from Muslim country, they cannot be believer, they can be atheist. And go to a universalist political approach, which is one law for all the same, no matter you're coming from a religion or another country. Once you're living in this European country, it's one law for all, for women and men, and for every citizen, no matter their origin. It is just one of the basic principles of living together, actually. Myself, I think it's now almost 18 years that I'm working on extremism. I started by working on the
far right extremism, the racist extremism, the National Front, for example, in France. I moved to work on the Christian fundamentalism, and then I started to work on any fundamentalism, including Muslim fundamentalism. At the moment I started to work on Muslim fundamentalism, I've been accused of being Islamophobic. No matter if I am an anti-racist activist, no matter if I always and continue to challenge the National Front, for example, on the question of racism against Muslims. At the moment, I criticize people like Tariq Ramadan, for example, which is one of the representatives of the Muslim Brother ideology in Europe. All the Muslim Brother network, which is a fundamentalist one, which is absolutely not a progressist one, started to attack me. And my way to try to clarify those debates is that you have two ways, actually. There is many people who think that because there is racism, and there is racism, and actually this is one of my major concerns those days, there is racism against Muslims in Europe. But because of that, some people think they should not speak too much about fundamentalism and what is going on. I think it's absolutely wrong. I think it's really, it's more than wrong. You cannot justify a totalitarianism just because there is racism. But on the opposite way, there is people who think that because there is this big danger, that there is fanaticism everywhere, they should tolerate some confusion, like confusing secularist Muslim with actually the people who want to kill them, which is the Islamists. I think the only way is to battle, of course, against both confusion and to fight strongly against racism and fight strongly against fanatism and fight strongly to say that we have the right to criticize not only fanatism but religion as itself, as ideology, but we never let people think that they can confuse this right of criticizing religion with being racist against believers. And it is a very important clarification. So instead of ignoring a danger because there is another danger, you just have to fight two dangers in the same times. It's a very hard job, but for example, Algerian did it for many years, fighting an authoritarian regime and fighting the totalitarian Islamist opposition in the same times. It's one of the most difficult things to do, but we have to learn from them that we can do it in Europe in a very much more comfortable context. We can do it. We have to do it. Basically, what we can do those days, what I'm trying to do myself, is just clarify the terms in the public debate. So I'm both journalists, what we call in France a committed intellectual. That means that I'm using words as a weapon. I'm using the precision of the words to win this battle. So I'm clearly an activist in the sense of I have very simple values like secularism, equality for all, but I will defend those very simple values for all very strongly. And if it is being an activist of saying so, then I am an activist. But my only weapons are the precision of the words I'm using and I'm wishing to share with people in the public debate. I think it's really inspiring and we're all very enthusiastic about this conference because what we do realize, speaking together and crossing each other, is that we are all fighting in the same direction since now more than, for certain, 30 years, 15 years. We clarify ourselves in the same way that we are both anti-racist and secularist. And it is really pleasant to finally say, yes, we are on the same camp because we are sometimes so isolated in our own country. We could be UK, it could be France, it could be Sweden, it could be for some Iran, Algeria. The fact that we know that we are so similar actually in our wishes and also in what is so difficult when we try to defend our values. We have so the same enemies, we have so the same problems, but we also the same soul in somehow because we really try to go in the same direction. It makes us feeling better the fact that it is not utopia, that or at least it is utopia we can achieve that makes a lot of people dreaming about.
So this is what is about. Of course, we don't have the money of the fundamentalists. They have Qatar, they have many countries who are sponsoring them to do many symposium, many, many marketing work, etc. We are missing that, but we have the ideas and we have the words and we have the energy and we're very happy to share this moment together. Thank you so much. Thanks to you. امیدوارم از اون مسابقه خوشتون اومده باشه. یه حرفی که کارلن فراد زد که خیلی برام جالب بود این بود که مهاجرینی هستن که از ایران و الجزایر فرار کردن اومدن اروپا، بعد توی اروپا دارن بهشون میگن که لطفاً از اون جنبشی که داره تهدیدتون به مرگ میکنه و داره کشورهای خودتونو داره نابود میکنه لطفاً انتقاد نکنین، چون این فرهنگ خودتونه. خیلی مسخره است واقعا. دقیقاً اتفاقاً توی اخیراً سازمان ایرانیان خارج کشور اعلام کرده بود که 6 7 میلیون ایرانی تو خارج کشوره، خارج از کشور ایران. اینا بخشی از جامعه هستن که اکثرشون از دست جمهوری اسلامی، از روابط، از شرایطی رو که حکومت اسلامی تو ایران به وجود آورده در رفتن و زندگی متفاوتی میخوان. حالا اگه برگردم بیان تو اروپا به شما بگن همه شما عین آیت الله خلخالی و خامنه ای و خاتمی و روحانی هستین، که درست نیست. نه تنها انسانی نیست، بلکه کار اشتباهیه و جامعه اینو قبول نمیکنه. و چیزی که مهمه به نظر من مخالفت به علیه این تصویر از جامعه داره رشد میکنه. اگه سیاست سر... خیلی مهمه که آره. مخالفت کرد با این تصویر. به نظرم خوبه اشاره هم اینجا کنیم به واقعیت افغان‌ها توی ایران، به خاطر اینکه خیلی اوقات اونا هم به عنوان یه مثلا گروهی که همشون یک جورن بهشون نگاه میشه. و همونجوری که ایرانیایی که توی اروپا زندگی میکنن مثلا میگن که مهاجرین جنایتکارن، میان میخورن، دزدی میکنن، اینا تقلب میکنن، و واقعیتش اینه که خب خیلی اوقات در رابطه افغانای توی ایران هم همینو میگن در... ولی کلا آدمای سختکار، سختکوش و کلی مثل هر جامعه آدمای متفاوتی توش وجود داره. دقیقاً. ولی کاملا همون کاری که جمهوری اسلامی ایران با افغانا میکنه، دولت یعنی اروپا هم اینجا با خارجی ها و مهاجرین میکنن. و این وسیله کنترل و یک قشر جامعه وجود میاره، وسیله که یه سری بیحقوقی رو به وجود بیاره. دقیقاً. به خاطر که آدم رو تو قوطی کردن حقوقت هم محدود میکنن. دقیقاً. مشکلش هم دیبن. نظر شما در این رابطه چیه؟ یعنی به نظرم میشه خیلی بیشترم روی این موضوع بحث کرد و شاید توی برنامه آینده این کار بکنیم، ولی حتما نظراتتون رو برامون بفرستین. اما الان بریم سراغ اخبار شوکه آور این هفته. که اما در اخبار شوکه آور این هفته گزارشی هست از شکنجه هایی که سازمان سیا یا آمریکا انجام داده. و واقعا وقتی گزارش شکنجه هایی که صورت گرفته رو آدم میخونه واقعا چندشش میاد، میدونین؟ و اون همیشه مثلا داشتم میخوندم یاد اون صحبتهای خودمون که واقعا میلیتاریزم آمریکا اون روی سکه همین جریانات راست مذهبی و اسلام سیاسی هم. دقیقا همینطوریه. و واقعیتش اینه که یک نتورک وسیعه که وابسته است به جریانات نظامی، اکثرشون تو حوزه آمریکا هم تو کشور دیگه، یک نتورک وسیعه که اینا سازمانهای خودشون دارن، سازمانهای کنترل و شکنجه. و تنها توی افغانستان و ابو غریب و گوانتانامو بی و اوین و اینا نیست، یه نتورک خیلی بزرگ. وقتی گزارش می‌خونی می‌بینی تمام کشورها، یا علما کشورهای اروپایی همکاری می‌کردن با سازمان سیا، کشورهای خاورمیانه که ظاهراً مخالف آمریکا هستن، یا تو کشورهای اروپای شرقی، پاکستان، اینا مراکز متفاوت دارن که آدما رو چیز می‌کنن، شکنجه می‌کنن و کشتار می‌کنن. و یعنی تفاوت اون فرهنگی رو که ظاهراً
صحبت از این میشه که حقوق بشر تو دنیا یکی از ابزار دولت ها هست به خاطر جزی از رابطه دولت ها هست و در مورد صحبت کنن، ولی یه درجه از واقعیت وجود داره که یه سیستم وسیع بین المللی شکنجه هم وجود داره و این خیلی سیستماتیکه و رابطه به پلیس و نیروهای نظامی داره در کشورهای مختلف. و میشه واقعا دید وقتی این گزارش آدم میخونه میشه دید چقدر میدونین انسانیت آدمایی که دشمن حساب میشن. خب امکان داره کسایی هم که داشتن تروریست اسلامی بودن ولی در این حال حق و حقوق دارن، بالاخره شکنجه به هیچ وجه نباید قابل قبول باشه، ولی خیلی آدمای بیگناه هم تو این سیستم گرفته شدن. مثلا یکی که لختش کردن و مثلا شکنجهش دادن تو این شکنجه مرد و معلوم شد که اصلا آدم اشتباه رو گرفته بودن تو این بله. میان ولی میخوام بگم که واقعا میدونی انسانیت رو گرفتن از این آدم ها به خاطر اینکه دشمن حساب میشن. و اینو ما توی خیلی سطح وسیع چه جمهوری اسلامی میبینیم انجام میده، چه خود پلیس آمریکا علیه سیاه‌پوستان آمریکایی داره انجام میده، واقعا سیستماتیکه. و میشه دید که چقدر این جزء خود این سیستمای ایناست، از میلیتاریزمشون گرفته تا خود جنبش اسلامی. و چقدر تو این سیستم حقوق انسان بی ارزشه واقعا، یعنی و انسان خود انسان بی ارزشه. دقیقاً همینطوریه. و این رو توی سیستمای مذهبی جمهوری اسلامی میشه دید، توی سوریه میشه دید، تو داعش میشه دید و توی CIA اینا کاملا یه سری از استاندارداشون مشترک. اما الان بریم سراغ فتوای احمد قانه این هفته. حتما بینندگان عزیز خبر اینه که وزارت فتوای داعش یه رهنمودی داده در رابطه با چگونگی گرفتن برده های زن، چجوری میشه ازشون سوء استفاده جنسی کرد، کیا رو میشه به عنوان برده گرفت و غیره. و واقعا اصلا چندشاوره وقتی اینو میخونی. اصلا صحبت از این میکنه چطوری به بچه ها میشه، اونایی که حتی به سن بلوغ رسیدن چطوری میشه بهشون تجاوز کرد. دقیقا. و این نشون میده وحشی بودن این جریانه. یه بخشش هم اینی که سیستم داعش برای به وجود بردن وحشته و آگاهانه اینا رو تبلیغ میکنن، مثلا فرض کن به تیر بستن دست جمعی آدمایی که میخوان زمین رو تیر بارا میکنن، اینا جزی از سیستم این جریان وحشیه. و بازم نشون میده چقدر همونطوری که صحبت از CIA کردیم تو بخش اخبار شوکه آور، و نشون میده چقدر انسان بی ارزشه برای این جریان و به خصوص مسئله زنان. دقیقاً مثلا یه وقتی این گزارش رو می‌بینیم دقیقاً میشه دید که پایه یکی از پایه‌های اصلی این جنبش اسلام سیاسی واقعاً ضدیت با زنه. و وقتی شما توی کوبانی می‌بینین که بیانیه دفاع از حقوق زنان مطرح میشه چقدر اهمیت داره دقیقاً. و چطوری دنیا باید هر جامعه تو دنیای امروز بخواد یه سیستم انسانی صلح‌آمیز و زندگی آرامش آرامی برای مردم وجود بیاره، باید حقوق زنان در صدرش باشه و هر دولتی، هر سیستمی، هر گروهی حقوق زنان رو زیر پا بذاره زندگی آرامی برای مردم وجود نمیتونه بیاره. 100%. یعنی وقتی نگاه میکنیم از اون ور شکنجه‌ای که دولت آمریکا انجام داده و همین بربریت داعش، بربریت واقعا میلیتاریسم آمریکا، میبینیم که این هیچ کدوم پاسخگو نیست، هیچ کدوم نمیتونه جلوی اون یکی رو بگیره چون عملا دو روی یه سکن، فقط واقعا همون نوع حرکتایی که دفاع میکنه از خود انسانیت. واقعا فقط انسانیت میتونه از انسانیت دفاع کنه. امیدوارم از این برنامه خوشتون اومده باشه، حتما نظرات خودتون رو بهمون بگین. مرسی از بیننده ای که ازمون خواست که گزارش شکنجه سیاه رو مطرح کنیم اینجا، و حتما پیشنهادات خودتون رو بدین و ما سعی میکنیم آرزوهای شما رو برآورده کنیم. به هر حال رسیدیم به انتهای برنامه‌مون، تا هفته بعد امیدوارم هفته خیلی خوبی داشته باشید. بای.